سلام، خدمت شما هستم که گاه گذاری توی صحبتی میخوام بکنم. یک چیز متفرقه ایرم صحبت میکنیم با هم دیگه، چه اشکالی داره؟ یه هم مطلب میذاریم بالا پایش چه متفرقه هم میگیم. خدمت شما هست کنم که ما میدونیم که چشم تنها عضو بدن هست که از بیرون اکسیژن میگیره. به خاطر همین هم میگن که چشم دروغ نمیتونه بگه، چون از درون کنترل نمیشه، از بیرون هست. یه شامپویی هست، اسم نمیارم، الان حدود 40 سال 45 سال تو ایران اومده و تو بعضی کشورها هم هست، ولی تو کشور اروپایی نیست، یعنی به این حال، به این فرمول نیست که میگن چش بچه رو نمیسوزونه. من توصیه این هست که اونه که دوست دارن توصیه منو گوش کنن، دوست دارن خودشون مختارن، آزادن. این است که این شامپویی که وقتی تو چش بچه میره و نمیسوزونه، درش مواد بیهسی هست. مواد بیهسی باعث میشه چشم اون زمانی که به سر بچه شسته میشه یا صاحب شستشو میشه بیهس میشه. بستگی به غلظت اون مواد بیهسی داره که چند دقیقه یا حتی 1 ساعت طول بکشه که این چشم حالت اول برگرده. در نتیجه این کم بوده نرسیدن اکسیژن به چشم، خودتون دیگه مزرات چو بهتر از من میدونید. این فقط جهت اشاره. خدمت شما هستم که ما این برنجی که هست که خورده بشه، میدونی که کامل ترین غذای دنیا از هر لحاظ با کمترین مزرات شیر برنج هست با عسل. یعنی کسی این غذا رو بخوره، این غذا زمینی که جز کامل ترین غذای دنیا هست، جزوش هست، کم ضررترین چیز هم هست، به اصطلاح غذا هم هست. برنج خب ما معمولا دو رقم درست میکنیم، کته هست و آبکش. برنج کامل ترین جزء حبوبات که کامل ترین هست، یعنی تو گندم، جو و و و قوی ترین توی اینها نخود هست، اما کامل ترینش برنج هست. اسمش هم در اصل برنج نیست، اسمش برنجه، یعنی برنج به دست میاد، خیلی سخت به دست میاد. برنج رو اگه ما آبکش بکنیم، زمینی که همه خواص ازش گرفتیم از بین رفته، خدمت شما هستم که تبش هم سرد میشه. اما اگه برنج رو کته درست کنیم و بخوریم، تب برنج گرمه. شیر برنج هم چون کته میشه دیگه، با خودش با شیر پخته میشه و اصلا بهش میزنیم دیگه، این کامل ترین غذا است. خدمت شما عرض کنم که و در کشورهای مثل ژاپن و تایلند اینها، خدمت شما عرض کنم میامدن سبوس برنج رو هم آبپز میکردن کنار، توی یه ظرف رو میریختن، میشن کنار برنج رو خواستن بخورن، اونم همراهش میخوردن، همون سبوس برنج که میدونیم به انواع اقسام کامپتین ویتامین B داره و ویتامین داره که برای موی سر خیلی موثره. که بعد حالا بعضیا میگن ساکی همونه، من نمیدونم، حتما همونه ساکی ژاپنی ها، اما اینا همیشه دم میکردن همراه این. چینی ها این کارو میکنن، همراهش هست که برنج که میخورن اون حساب جوشونده سبوس برنج هم بعد در کنارش هست. که این کارو شما اگه بکنید اثراتشو در دراز مدت خواهید دید. و جالبه که هر جا که برنج میشه، بالغ بر 90 از جایی که برنج میشه، درخت نارنج هم اونجا به وجود میاد. خیلی جالبه. کامل ترین مرکبات در دنیا، جز کامل ترین مرکبات دنیا نارنج هست. اسمش هم نارنجه، یعنی ضد رنجه، نه نارنجی که ما میگیم ترنگ و نارنج، نه نارنج، یعنی ضد رنج هست. و بعد مرکبات دیگه از این با این پیوند خورده و و و رفته الی آخر. خب اینا هم یه سری نکات برای سلامتی که این ادامه داره. و جالبه که من خودم اضافه وزن دارم، میخوام دفعه بعد راجع به رژیم غذایی صحبت کنم و اضافه وزن چیکار بکنیم؟ لاغر بشیم، نه ورزش کنیم، نه کم بخوریم، نه هیچی، و لاغر بشیم. جلسه بعد، خدا نگهدار.